الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على أشرف أنبياء الله المرسلين خاتم السفراء المقربين المنتجبين مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين إني لم أخرج أشرا ولا بطرا وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمتي جدي أريد أن أمر بالمعروف وأنهي عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب هدیه به پیشگاه مقدس آقا ابا عبدالله الحسین صلواتی ختم اولین عزادار امروز ما آقا امام زمان عزادار اصلی که ما باید تسلیتی هم در ابتدا به امام زمان بدیم و از خدا بخواهیم فرجش رو تعجیل کنیم. عرض می کنم آقا یا امام زمان یا حجت ابن الحسن عظم الله لك الاجر بمصاب جدك الحسين. تو روایتم داریم شیعیان ما یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا. شما هم امروز که در این مجلس شرکت کردید مصداقی از غم و اندوه و حزن برای اهل بیتید، پس شما هم عزادارید. به شما هم عرض می کنم عظم الله اجورنا و اجورکم به مصاب ابی عبدالله الحسین. برای تأجیل فرج آقا امام زمان صلواتی ختم. اللهم همه انسان ها بدون استثناء، بزرگ و کوچیک، مرد و زن، در هر قومیتی، در هر ملیتی، در هر رنگی، همه انسان ها خواهان اینن که در این دنیا سعادتمند بشن. سعادت در چیست که همه بشریت پیگیر آن است؟ از یک کودک سؤال میکنی سعادت رو یک جور معنا میکنه، به زبان خودش میگه، میگن چه کاره میخوای بشی؟ یعنی سعادت و خوشبختیت رو در چه میدانی؟ به همون زبان کودکانه خودش پاسخ میدهد. مثلا برم خلبان بشم، دوست دارم مثل پدرم بشم، سعادت و خوشبختی رو در این میبینم. کمی که درس بخونه، مدرسه میره، سطح علمیش بالا میره، وقتی از او سوال میکنی سعادت و خوشبختی رو در چه میدانی، میگه در این که مدرکم رو بگیرم بشم مثلا پزشکی، مهندسی، دارای شغل مناسبی، سعادت و خوشبختی رو در این میبینه. حقیقتا سعادت و خوشبختی در چیست؟ چه چیز انسان رو در این دنیا خوشبخت میکنه؟
خوشبختی را باید از چه چیزایی بتوانیم به دست بیاریم؟ فلاسفه یونان میگویند اگر کسی بخواهد خوشبخت بشود باید یک سری کمالات نفسانی داشته باشد، تلاش کند تا چهار خصلت رو کسب کند. هر کی این چهار خصلت رو کسب کرد، به دید فلاسفه یونان اون انسان سعادتمند و خوشبخت. میگن هر کسی که حکمت داشته باشه، عدالت داشته باشه، عفت و شجاعت، این چهار خصلت رو داشته باشه، آدم خوشبختی است. پول داره یا نداره، تن سالم باشه یا نباشه، جوان باشه یا پیر باشه، نظرشون اینه. اسلام نفی نمی کند این خصال خوب را. اسلام در روایات مختلف، آیات مختلف دعوت می کنه آدم ها رو به کسب این خصال. چقدر آیه داریم، چقدر روایت داریم که دعوت میکنه به طلب علم. که من یک شب بعضی از اون روایات و آیات رو در اینجا خوندم و گفتم که اسلام دعوت کننده به علم. امام صادق فرمودند آرزو میکردم شلاقی به دست بگیرم به سر و صورت یاران خودم بزنم مجبور بشن برن علم بیاموزن. اسلام دعوت به حکمت و علم میکنه. یکی از صفات خوبی که اسلام میخواد معرفی کنه راجع به یک فردی میگه شجاعه. یکی از صفات امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب چیه؟ صفت امیرالمؤمنین شجاعتشه، یکی از صفاتش. عفت، عدالت، اینا از صفاتی است که اسلام هم میپسنده، دعوت هم به اونا میکنه. اما هرگز این صفات کسی اگر داشته باشه در دیدگاه قرآن انسان سعادتمندی نخواهد شد. مجرد وجود این صفات، وجود این صفات فقط موجب خوشبختی انسان نیست. در مقابل عده دیگری هستند میگوین آدم خوشبخت کسی است که روح خود را بپروراند، تن خود را آزار دهد. اینا ارتباط عکسی قائلن بین روح و جسد. میگن هر کس که جسد را بپروراند روحش را از بین برده است، و هر کس که بخواهد روحش را بپروراند باید تن خود را آزار دهد. این تفکر امروز هم کم و بیشی در مناطق مختلف وجود داره. این تفکر امروز مرتازهای هندی داره، اونا عقیده شون همینه. لذا میشینن در یک جا ساعتها، نه روزها، گاهی ماها تن خود را آزار میده تا روح را بپرورانه. بعضیا تن خودشون رو عذاب میدن، بر این اساس میخ میزنن، آزار میدن، میگن چرا این کارو میکنی؟ روی شیشه حرکت میکنن، شیشه خورد میکنن و به وجد میان، حالت صوفیگری، به وجد میان، میرن روی شیشه های شکسته، خون آلود میشن. میگن چرا این کارو میکنین؟ میگه میخوام روحم را بپرورم. اسلام راضی نیست که روح برای پروراندنش تن رو آزار بدی. خدای متعال به انسان دو چیز داد، یکی روح، یکی تن. تن و روان در اسلام محافظت از هر دو واجب.
اسلام هرگز اجازه نمیده کسی به تن خودش آزار برسانه. شاهد مطلب من هم این است، وجود روایات و کتب عدیده‌ای که امروز به نام طب صادق، طب رضا، طب نبی، اینا همه برای پروروندن روح نیست، برای سلامت نگه داشتن جسده. پس اسلام راضی نیست کسی به جسد خودش آزار برساند، تن رو آزار بدهد برای اینکه روح خودش رو بپروراند. اینم روایات. شما برید کتاب طب النبی رو ببینید برای سلامتی جسم چقدر روایت داریم. برید طب امام صادق رو ببینید چقدر ما روایت داریم. همه اینها برای این است که تن رو سالم نگه داریم. ولی در این حال که تنت باید سالم باشه، اسلام دعوت میکنه که روح رو هم باید بپرورانی. اما هیچ ارتباط عکسی بین اینها نیست. اینطور نیست که هر کی روح را بپروراند باید تن رو آزار بدهد و هر کی تن پروری کند نتواند روحش رو بپروراند. اینطور نیست. پس اسلام نه اون تفکر اول رو میپذیره نه این تفکر دوم. جماعتی بر این عقیدن که سعادت و خوشبختی انسان در پول داشتن و در ثروت داشتن، لذا به مسائل اقتصادی خیلی اهمیت میدن. صبح تا شب کار میکنه، زحمت میکشه، پول در میاره، ثروت کسب میکنه. میگن آقا چرا داری اینقدر کار میکنی؟ تو که پول داری، مال داری، ثروت داری، خونه داری، ماشین داری، زندگی داری، خب داری تلاش روزانه بکنی برای خرج روزمره، خوبه. اسلام دعوت میکنه به تلاش، نمیپسند آدم بیکار رو. ملعون من القا کله علی الناس، روایت داریم لعنت میکنه کسی که بیکاره، پول زندگیشو میخواد از مردم بگیر. اسلام دعوت به کار میکنه، میگه باید بری کار کنی، زحمت بکشی، درآمد حلال، زندگی سالم. اما اسلام اجازه نمیدهد که انسان تمام وقتش رو صبح تا شب بذاره برای کار، شب برگرده خسته و کوفته مثل جنازه روی زمین بیفته، صبح ساعت 6 مجدداً حرکت کنه برای کار و هر روز همین کار رو میکنه. درست ثروت جمع میکنه اما تن خودش رو هم آزار داده. خدا وقت معین کرده، روایات وقت معین کرده، آدم 8 ساعت در روز باید کار کنه، 8 ساعت باید استراحت کنه، 8 ساعت باید عبادت کنه. تقسیم شده اینا. اینه که آدم بره صبح تا شب کار بکنه تا پول در بیار و خرج کار و زندگی نکنه، جمع‌آوری کنه این پول رو، یا این پول رو هم خرج کنه پیش از اندازه نیازش، در اسلام مذمت شده. جمع‌آوری ثروت، اقتصاد خوب، سعادت و خوشبختی برای انسان نمیاره. اگرچه اسلام دعوت میکنه آدما برن کار کنن، زحمت بکشن، الکاد و علی عیاله کل مجاهد فی سبیل الله، آدمی که بره زحمت بکشه نون زن و بچهش رو پیدا بکنه و بیاره خرج زندگی بکنه، مثل آدم مجاهدی است که در راه خدا جهاد کرده. اسلام به کار اهمیت میده. اما این کار و پول در آوردن سعادت و خوشبختی برای آدم نمیاد. گروه دیگری هستند معتقدند
آدم خوشبخت کسی است که در این دنیا لذت بیشتر ببره. هر کی لذت بیشتر در این دنیا برد، اون آدم خوشبخت، آدم سعادتمند. لذا میبینی در دنیای مادی سراغ مسائل تفریحی زیاد میرن. تفریح خوبه، اسلام هم دعوت میکنه به تفریح، اسلام هم میگه آقا برید گردش کنید، قرآن میگه سیحوا فی الارض، برید گردش بکنید، عبرت بگیرید. روایت داریم آدمایی که افسردگی دارن برن در جایی که چمن فراوان وجود دارن، الماء والخضراء والوجه الحسن، برن به چمنا نگاه کنن، چمن دل رو شاد میکنه، سبزه دل رو شاد میکنه. آدم بره سراغ اونا، اسلام هم دعوت میکنه. اما لذت سعادت برای انسان نمیاد. ولی متاسفانه امروز در دنیایی که ما زندگی میکنیم لذت را سبب خوشبختی انسان میدونن. میگن شما شرقی ها چون لذت دنیا را نمیچشید خوشبختی هم ندیدید، ما غربی ها چون لذت دنیا را میچشیم سعادتمند و خوشبختیم. صبح میرن کار میکنن، امروز و فردا و یه هفته رو کار میکنن، روز شنبه و یک شنبه رو آزادن، میرن دنبال اون تفریحاتی که خودشون دارن، پولاشون رو اونجا خرج میکنن. چرا این کارو میکنن؟ فرهنگ شد، این فرهنگ رو براشون جا انداختن که اگر بخوای خوشبخت بشی باید پولات خرج کنی اینجاها. لذا میبینی یک هفته تلاش و کوشش، خستگی، روز شنبه و یک شنبه میزنه به جاهایی که نه خدا راضیه و نه حضرت عیسی و نه حضرت موسی و نه حضرت محمد رسول الله. گمان میکنه این چیز موجب سعادت و خوشبختیه. اسلام مخالف لذت نیست. اسلام میگه انسان گاهی باید تفریح سالم داشته باشه، لذت از زندگی ببره. لذت زندگی این نیست که آدم بره تو دیسکو، لذت زندگی نیست که آدم بره سراغ مشروب، لذت زندگی این نیست که آدم بره دنبال ترانه خونا. لذت زندگی به این است که آدم خانواده درستی داشته باشه، تن سالم داشته باشه، دل شاد باشه. این دل رو شاد نمی کنه، این کارا ظاهریه، ظاهر آدم ها رو شاد می کنه، دل آدم ها رو شاد نمی کنه. یه شب راجع به این موضوع بحث کردم، گفتم ظاهر اینها شاده. میگی نه، برید آمار بگیرید توی این کشورها ببینید چقدر مردم افسرده وجود دارن. افسردگی مال چیه؟ مال اینه که دلشون شاد نیست، تظاهر به شادی میکنن، میرن جاهای شاد، میگن، میخندن، لبخند میزنن، اما دلش شاد نیست. این شادی، شادی دروغکیه، کاذبه، ارزش و اعتبار نداره. اعتبار مال اون ارزش ذاتی قلبه، او باید شاد باشه. پس اسلام هم دعوت به شادی میکنه، اما شادی حد و حدودی داره، قانون داره، باید آدم اون قوانین اسلام رو رعایت کنه. خب آقاش، سعادت و خوشبختی به دیدگاه فلاسفه یونان میگی خوب نیست، ایجاد خوشبختی نمیکنه. سعادت و خوشبختی رو میگید مال مرتضیهای هندی، اونم خوب نیست، اون رو هم نمیپذیرید. اونایی هم که میگن اقتصاد انسانها رو خوشبخت میکنن، اون رو هم نمیپسندید. اونایی هم که میگن لذت موجب خوشبختیه، حرف اونها رو هم قبول ندارید.
خب پس اسلام نظرش چیه؟ سعادت و خوشبختی رو در چه میداند؟ اسلام در یک آیه اون چه که موجب سعادت و خوشبختی انسانه بیان کرده، گفته همه تون هم بلدید اون آیه رو، اما بهش دقت نکرد. قرآن میگه بسم الله الرحمن الرحیم و العصر، همه تون بلدید ان الانسان لفی خسر، قسم به عصر یعنی قسم به امام زمان، بعضی مفسرین گفتن قسم به نماز عصر، بعضی مفسرین گفتن قسم به نماز ظهر، قسم هر چی باشه، بیانگر این که امام که خدای متعال میخواد یه مطلب مهمی به ما بگه. آخر ما هم وقتی حرف میزنیم گاهی اینجوری میگیم، ما گاهی یه مطلب میگی جون شما میخوام یه مطلب مهم بگم، میگم به جون شما فلان کار انجام شده، خودم داره قسم میخوره، اما قسم به زمان داره میخوره. والعصر، قسم به زمان. خب چه مطلب مهمی خدا میخواد به ما بگه در سوره عصر؟ والعصر، قسم به زمان، همه مردم در ضرر و زیان، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. همه مردم در زیانن جز اونهایی که چهار تا خصلت رو همیشه همراه خودشون داشته باشن. اون چهار خصلت چیه؟ ایمان، عمل صالح. دوتا بعضیا میگن ما مؤمنیم. مؤمن چیه؟ قلبش ایمان داره. این کافی نیست، ایمان قلبی کافی نیست، ایمان قلبی باید با حرکات و سکنات خارجی هم همراه باشه. از امیر المؤمنین پرسیدن ایمان یعنی چی؟ فرمود الایمان معرفت بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالجوارح والارکان. ایمان تنها عقیده قلبی نیست، بلکه علاوه بر عقیده قلبی باید زبونت هم بیانگر ایمانت باشه. علاوه بر زبونت، پا و دستت، چشمت، گوشت، اونا هم باید بیانگر ایمان انسان باشه. لذا یکی از موارد سعادت و خوشبختی انسان ایمانش. انسانی سعادتمند است که ایمان داشته باشه. یک. دو، عمل صالح داشته باشه. خب اون عمل صالح چیه که باید اون انسان داشته باشه؟ عمل صالح یعنی نماز، یعنی روزه، یعنی ترک گناه، رفتن دنبال کارهای خوب، اینه بهش میگن عمل صالح. خدا گفته نماز، چشم نماز می. خدا گفته روزه، چشم روزه میگیره. کار به فواید و خواص روزه ما نداریم، چون خدا گفته من روزه میگیرم. خدا گفته شراب حرامه، اصلا سراغش نمیرم. خدا گفته جاهای بد نرو، نمیرم. اینم عمل صالح. برای اینکه معلومات شما رو زیاد کنم عرض میکنم، همه تون بلدید، منتها شاید آمارش نگرفتید تا حالا. 32 آیه در قرآن داریم که خدای متعال ایمان و عمل صالح رو کنار هم ذکر کرد. برید سرچ کنید، عمل صالح و ایمان رو خدا هر دو تو آیه ذکر میکنه. 32 آیه. این نشون میده از چی؟ نشون میده که این عمل صالح مهمه. ایمان تنها فایده نداره، ایمان باید با عمل صالح همراه باشه. من آمنه و عمل صالحا فلنحیینه حیاتا طیبه. قرآن میگه حیات خوب، زندگی خوب، زندگی سعادتمند، میدونی مال کیه؟ مال کسی که آمنه و عمل صالح. نه اینکه ایمان داشته باشه فقط،
ایمان داشته باشه، عمل صالح هم بکنه. اما کسی عمل صالح بکنه ایمان نداشته باشه، بازم به درد نمیخوره. ایمان با عمل صالح دوتایی باید کنار هم باشن تا انسان بتواند در زندگی خوشبخت بشه. این دوتا الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات، دیگه چی؟ و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. تواصی به حق یعنی چی؟ یعنی آدم طرفدار حق باشه، نه طرفدار باطل. یعنی چی طرفدار حق باشه؟ یعنی امر به معروف کنه، نهی از منکر کنه. یعنی اگر دید یکی داره امر به معروف میکنه، شما توفیقش پیدا نکردی کمکش بکنی، علیهش حرف نزن، نگو به تو چه، بذار سیگار بکشه. آقا سیگار بده دیگه، خدا بهش میگه آقا سیگار نکش، تو جوونی، توی سن جوونی خوب نیست. میاد پرش میده به تو چه، میخواد سیگار بکشه تو هوای آزاد داره سیگار، به تو چه. به جایی که میگه باریکلا به شما که به این جوون نصیحت کردی. بعضی هم مردم اینجوریه، یکی رو میبینه تو خیابون منتظر وسیله است، وسیله ای نیست سوارش کنه، از مجلس امام حسین خارج شده، بارونی هوا فرض کن، ترمز میکنه سوارش کنه، رفیق دم دستش میگه بابا کار زندگی نداشته چی کار به این داری، خب میره سوار اتوبوس میشه، سوار مترو میشه. به جای اینکه بگه باریکلا که ترمز کردی، یه آدمی که از زیر تو زیر بارون قرار گرفته، به جای اینکه سرما بخوره تو سوارش کردی، دادم اتوبوس برسه. و هم مردم اینجوری هم. خودشون که کار خیر نمی کنن، مانع از کار خیر دیگران. خدا تو قرآن میگه آدم خوشبخت کسی است که ایمان داشته باشه، عمل صالح هم بکنه، طرفدار حق هم باشه. حق یک معنای وسیعیه، یه معنای گستردهیه، موارد مختلف رو شامل میشه که من یه دونه از این مصادیقش به عنوان مثال برات ذکر کردم. دیگه چی؟ با تواصل به صبر، صبور باشن. یه روزه آدم ثروتمند نمیشه، یه روزه آدم به کار بزرگ نمیتونه دست پیدا کنه. همه اون کسانی که تلاش کردن و دانشمندان و مخترعان و مکتشفان و همه اونایی که شخصیت شدن، یه روزه نشدن. اینا عمری رو گذروندن، صبر کردن، تلاش کردن، زحمت کشیدن، شکست خوردن، دوباره شروع کردن تا توفیق پیدا کردن. آدمی که خوشبختی میخواد داشته باشه تو این دنیا، دوست داره سعادتمند باشه تو این دنیا، بایستی آدم بردباری باشه. با یک بار تو کار شکست خورد، شروع میکنه زمین و زمان رو به هم میدوزه که خدا ما رو دوست نداره. خود ما که صدقه دادیم، ما که توکل بر خدا کردیم. خب آقا احیانا انسان تو یک کار شکست میخوره، یه بار دیگه تجربه پیدا میکنه، قرص و محکم میشه تو اون کار. نباید آدم از کار دل سرد بشه. انسان هایی که خواهان خوشبختی در زندگی هستن باید چهار صفت رو همراه هم داشته باشه. خب ما داریم یا نداریم؟ آدم ها درجه بندی میشه. دیدی بچه مدرسه ای که میره مدرسه، بعضی وقتا نمره 20 میگیره، بعضی وقتا نمره 18 میگیره، بعضی وقتا نمره 15 میگیره، بعضی وقتا نمره 10 میگیره. اما نکنه نمره 0 بگیریم، نکنه نمره 5 و 6 بگیریم. بذارید اقلا تا 10 تو مرز باشیم. آدم های سعادتمند بعضی ها هستن خیلی این چهار امر رو رعایت میکنن، 100% خدا این خوشبختی رو بهشون میده. بعضی ها هستن کمتر، هرچی کمتر خوشبختی هم کمتر میشه. پس سعادت و خوشبختی انسان به این چهار چیزه.
امام حسین یک فرد خوشبختی، یک فرد سعادتمندی. چرا؟ چون خودش میگه اینی لا ار الموت الا سعاده و الحیات مع الظالمین الا برما. امام حسین میگه من مرگ را موجب سعادت خودم میدونم، زندگی با آدمهای ظالم و بدرفتار و کردار ملالت آور میدونم، دنبال خوشبختیه، سعادت رو در مرگ میدونم. مگر مرگم سعادت میاره؟ اگر چهار خصلت رو داشته باشه سعادت میاره برای انسان. سعادت نیست، 1400 سال از واقعه امام حسین میگذره اما هنوز که هنوزه نام امام حسین به خوبی و نیکی برده میشه، نام یزید به بدی برده میشه. یزید قبرش کجا؟ حسین ابن علی قبرش کجاست؟ حسین براش گنبد طلا میسازن. این گنبد طلا یعنی همون مدال افتخار، منتها ما به زبان مادی روز خودمون میگیم. ما گنبد پرست نیستیم، ذریح پرست نیستیم، میخواییم ارزش قائل بشیم برای آدمی که جانش رو گذاشت برای اینکه دین رو حفظ کنه. ما میخواییم این رو احترام بکنیم و این طبیعیه در همه دنیا. حالا یه عده‌ای این کار رو کفر میدونن، اون بذاری کشون کنار، اما طبیعت و فطرت آدم این رو میپسنده. کجای دنیا دیدید قبر یک مخترع، یک مکتشف، یه شخصیت مهم اون کشور بگیرن خرابش کنن؟ افتخار میکنن، میگن این مؤسس کشور ماست، استقلال کشور ما رو ای آقا به دست آورده. مجسمه میکنن، وسط شهر میذارن، احترام میکنن. حالا ما هم داریم امام حسین رو احترام میکنیم، گنبد طلا براش درست میکنیم. خب شما آدمایی که ادعا میکنید این کارا کفره، او اربابتون یزید قبرش کجاست؟ خجالت میکشن بگن قبرش کجاست. برید سوریه، انشالله امنیت در اون کشور برقرار بشه، برید ببینید، از هر کی بپرسی خجالت میکشه، نمیگه کجاست. امام حسین یه فرد خوشبختی. چرا؟ چون این چهار خصلت رو داره: ایمان، عمل صالح. چه عملی بالاتر از این؟ ان کان دین محمد لا یستقیم الا بقتلی فیا سیوف خودینی. اگر بخواد دین زنده بماند به واسطه کشتن من، شمشیرها بیایید مرا بگیرید. امام حسین برای حفظ دین. پس عمل صالح بهتر از این؟ عملش عمل صالح. خب دیگه چه کار کرد؟ امر به معروف و نهی از منکر کرد. مگه دیشب وصیت نامش براتون نخوندم؟ گفت من قیام کردم، نهضت کردم، حرکت کردم. برای چی؟ برای که امر به معروف کنم، نهی از منکر کنم. اینم تواصی به حق. صبرم داشته امام حسین، کم نیست آقا. آدم فرزندش در مقابل دیدگانش کشته بشه، نور چشماش در مقابل دیدگانش کشته بشه، برادرش در مقابل دیدگانش کشته بشه، ندونه کمک کنه، اینم بهش میگن صبر. آقا ابا عبدالله الحسین بعد از ظهر مثل همچین روزی، روز عاشورا، نماز ظهر که به پایان رسید، نوبت بنی هاشم شد که برن به میدان. اولین نفری که از بنی هاشم رفت علی اکبر بود. از پدر اجازه گرفت، رفت به طرف دشمن، جنگید. اما او لحظه‌ای که به طرف دشمن میرفت، آقا امام حسین ایستاده نگاه میکنه،
مادرش هم لیلا ایستاده نگاه میکنه. روایت اینجوری داره، میگه این لیلا که مادر علی اکبر بود یه نگاه مینداخت به امام حسین، یه نگاه مینداخت به فرزندش علی اکبر. اگر دید چهره امام حسین برافروخته شد، درهم شد، میدانست که فرزندش علی اکبر در خطره. اگر چهرش گشاده شد، میدانست که علی اکبرش در امانه. یه باره چهره امام حسین درهم شد، نگاهی کرد، لیلا عرض کرد آقا ابا عبدالله چیزی شده؟ فرمود آره لیلا، یه آقایی آمده به جنگ علی اکبر، میترسم برای علی اکبر از این فردی که آمده به جنگش. تو مادری لیلا، برو درون خیمه برای فرزندت علی اکبر دعا کن. لیلا میره درون خیمه، موها رو پریشان میکنه، دستها رو بالا میبره، میگه یا راد یوسف الی یعقوب، خدایی که یوسف رو برگردوندی به یعقوب، علی منو به من برگرد. چندی نمیگذر علی اکبر برمیگرد، خیلی خوشحال میشن. امام حسین، مادرش، زن و بچه خوشحالن از آمدن علی اکبر. اما دقایقی نگذشت، یک بار دیگه علی اکبر به میدان رفت. این بار دیگه برگشتی در کار علی اکبر نبود. نانجیبی از پشت با نیزه به علی اکبر زد، اون دیگری با شمشیر بر فرق علی اکبر کوبید. علی اکبر اسب رو بغل کرد، دستش انداخت زیر گردن اسب، خونهای سرش بر چشم اسب سرازیر شد. اسب به جای این که به خیمگاه امام حسین بره، به خیمگاه دشمن، به قلب دشمن حرکت کرد. اون لحظه بود هر کی در دستش هر چی داشت بر پیکر علی اکبر میکوبید. رمق آخر علی اکبر بود، داشت از اسب روی زمین میافتاد. اونجا بود که صدا زد السلام علیک یا ابتا، پدر جان سلام من بر تو. الان سقان خدا پرد و پدر جان همکنون از دست جدم سیراب میشم. این از علی اکبر بود. آخرین نفر ابوالفضل العباس بود، مثل امروز آخرین نفری که از یاران امام حسین به شهادت رسید علی اکبر بود، ابوالفضل العباس بود. ابوالفضل اجازه میدان خواست، امام حسین اجازه ندادن، گفتن برادرم تو علمدار منی، ببین این زن و بچه دارن گریه میکنن، این بچه ها تشنن، آب میخوان، قبل از این که بری به جنگ دشمن برو برای اینها آب بیار. ابوالفضل مشک را برداشت، به درون نهر القمه آمد، مشک رو پر از آب کرد، از اونجا از راه نخلستان حرکت کرد تا زودتر آب رو به خیمه های امام حسین برسونه. اما نانجیبی در کمین ایستاده بود، دست راست ابوالفضل رو قطع کرد، یک نانجیب دیگه دست چپ ابوالفضل رو قطع کرد. اونجا بود که عمر سعد فریاد زد ابوالفضل رو تیرباران کنید. تیرباران کردن، یک تیر به چشم ابوالفضل، یک تیر به مشک آب. ابوالفضل روی زمین افتاد، خون چهره ابوالفضل رو گرفته بود، دیگه رمقی چندانی نداشت، بیحال روی زمین افتاده بود. اون ساعت سزا زد اخی ادرک اخاک، برادر برادرت رو دریاب. آقا امام حسین آمدن سر ابوالفضل رو بغل کردن. ابوالفضل گمان کرد دشمن بر سرش آمده، فرمود یا هادا ای مرد لحظاتی اجازه بده من برادرم حسین رو ببینم، اگر تو آمدی سر از تنم جدا کنی فقط چند لحظه به من اجازه بده برادرم حسین رو ببینم. آقا خونهای صورت ابوالفضل رو پاک کردن، گفتن برادرم عباس من برادرت حسین هستم. از جا برخاست، دست به کمر گذاشته،
فرمود الان قد انكسر ظهری و قلت حیلتی. برگشت به خیمه ها، وداع کرد امام حسین با همه زنان و کودکان، با همه وداع کرد. وداع آخر سه بار امام حسین برای خداحافظی با زن و فرزندانش آمد. این وداع آخر خیلی وداع سوزناکی است. او لحظه ای بود که رفت به طرف میدان، در مقابل دشمن ایستاد، مردم رو نصیحت کرد، هرچی گفت و گفت مردم درشون اثر نکرد. نصیحت ابا عبدالله الحسین، نانجیبی سنگی به پیشانی حضرت زد، خون از پیشانی حضرت روی محاسن و صورت حضرت سرازیر شد. امام پیراهن رو بالا زد تا خونهای صورت رو پاک کنه، اما حرمله که در کمین نشسته بود تیر رو در کمان گذاشت، زیر سینه امام حسین رو مد نظر گرفت، تیر سه شعبه را به زیر سینه حضرت نشان. دیگه حضرت تاب نیاورد که روی اسب بماند، ذوالجناح خم شد، امام حسین روی زمین قرار گرفت. راوی میگه من اونجا ایستاده بودم، نگاه میکردم، دیدم ابا عبدالله الحسین پاش روی زمین میکشه، یه چیزی هم زیر زبون میگه. آمدم جلو، دیدم میگه مردم جگرم از تشنگی میسوزه. میگه من رفتم آب آوردم براش، گفتم بذار آبش بدم، اما دیدم شمر روی سینه ابا عبدالله نشسته. دقایقی نگذشت، یک بار صدای تکبیر بلند شد، زینب درون خیمه نشسته صدای تکبیر شنید. چی شده که این مردم داره تکبیر میگن؟ آمد ایستاد بالای تل زینبیه، صدا زد ابا عبدالله، ابا عبدالله. اما ناگهان دید شمر با سر بریده ابا عبدالله بالای نیزه. Adam bolida mana zosinde, Adam bolida mana zosinde. به مقتل شمر سیه دل، مظلوم حسین جانم حسین، مظلوم حسین جان، مظلوم حسین جانم حسین، مظلوم حسین جان، مظلوم حسین جانم حسین، مظلوم حسین جان، مظلوم حسین جانم حسین، مظلوم حسین جان. امید دوید و من می دوید، تو هم روزه میخونی یا نه امروز؟ امید دوید و من می دویدم، او سوی مقتل من سوی قاتل، مظلوم حسین جان، مظلوم حسین جان، همه همه مظلوم حسین جان، آخه اومی نشست و من می نشستم، اومی نشست و من می نشستم، و بیلا یا
سال از زمان زهر آشورا چه حرفایی میزنی آقا او مینشست و من مینشستم او روی سینه فاطمه دارم آب میدنم یه وقت میگه عباشو کنار زد گفت نمیخوابه یعنی خودم سیرابش گردم دیدم سر بریده یه حسین تو دستش هر کجا نشستی صدا نزن حسین جان حسین السلام علیک یا ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار فلا جعلم الآخر الاهد منی لزیارتک السلام گذشتگانمون حق دارانمون پدران و مادرانمون رفقایی که ما بین ما بودن سالهای گذشته عرض ادب میکردن سر به تیره ی تراب گذاشته معلوم نیست سال دیگه ما هم باشیم عرض ادب کنیم به یاد همشون یه بار دیگر زدب کن همشون سر سفره آقامون عبدالله مهمان بشن با این ذکر سلام السلام علیکم السلام علیکم
السلام بسمك العظيم العظم العز الأجل الأكرم حقا قام نبي عبد الله الحسين عليه السلام و به حق بیبی زینب کبرا سلام الله علیها که اندر مقام داره بیبی زینب کبرا سلام الله علیها آقای امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف فرمودن به شیعان ما بگید هر وقت خواستن برای فرج من دعا کنن خدا رو به حق عمم زینب سلام الله علیها قسم بده فرمود اگه عشق چشمانم خوش بشه برام مصیبت خون گریه می کنم راوی میگه از آقا سوال کردم در اون مکان شده آج و مصیبت علی اکبر امام حسین فرمود اگه علی اکبرم بود بر این مصیبت خون گریه می کرد ابل فضل لباس علی اسکر همه رو گفتم مصیبت ودا خدا آقا ابی عبدالله فرمود ابی عبدالله هم بود بر این مصیبت خون گریه می کرد آج و کدوم مصیبت فرمود مصیبت اسارت امم زینب حد بی بی زینب کبرا سلام الله علیها یا الله التماس دعا التماس یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أما يجيب مضطر إذا طلع ويكشف السوء أما بی زینب کبرا سلام الله علیها فرج آقام و حجت ابن الحسن برسان فرج آقام و حجت ابن الحسن برسان قلب مقدسش از همه ما بلخص این جمع ازادار خادمین راضی و خوشنود بفرما ما رو جز به سربازان و خدمتگزاران حضرتش مقرر بفرما عاقبت این جمع جوانامون رفقامون ملتمسین به دعا خدمه به خیر خدمه به شهادت و سعادت مقرر بگردان خدا یا مریضانمون هر کس تو این جمع مریض داره ملتمسین به دعا مریضان اخلاقی عقیدتی نفسی اجتماعی ما رو شفای عاجل عنایت بفرما حاجت حاجت مندان بلخص این جمع ازادار که این چند شب از راه دور و نزدیک به عشق آقاشون ابی عبدالله اومدن خادمین و زحمتکشان و بانیان این مجلس همه حاجت روای بخیر بفرما خدایا این دلیل توسلات به شایستگی از همه این جمع بانیان و زحمتکشان مجلس قبول بفرما امواتمون، گذشتگانمون، پدران و مادرانمون، زبل حقوق، قرین رحمتت بفرما به همه ما بلخص این جمع جوانان ما توفیق عبادت و بندگی، سوز دل، عشق چشم، لذت مناجات، معرفت بیشتر، عمل خالص توفیق شب زنده‌داری، تلاوت قرآن، نماز سر وقت ترک معاصی عنایت بفرما آنچه نگفتیم و بدان محتاجیم خود میدانی آنچه صلاح خیر ماست میدانی از خزانه کرمت به همه ما کرامت عنایت بفرما مسلمین از دست کفار نجات بده نقشه شوم دشمنان
تکفیری ها داشت یا به خودشون برگردان به نبی ماله الفاتحه و السلام.